پارلمان اروپا تصویب قطعنامه استراتژی اتحادیه اروپا در قبال رژیم ایران، محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر، حقوق بنیادین و آزادیها و شکنجه و اعدامهای فزاینده در ایران. حقوق بشر بخشی از سیاست آینده اتحادیه اروپا در رابطه با رژیم ایران خواهد بود. اجلاس رسمی پارلمان اروپا امروز پنجشنبه سوم آوریل 2014، چهاردهم فروردین 93، قطعنامه استراتژی اتحادیه اروپا در قبال رژیم ایران را تصویب کرد. پارلمان اروپا در ابتدای این قطعنامه به قطعنامه‌های قبلی خود در مورد حکومت آخوندی و مسببات محدود کننده شورای وزیران اتحادیه اروپا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران و به گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل و دبیر کل ملل متحد در مورد افزایش اعدام در ایران و همچنین به بیانیه اتحادیه بین المجالس در زمینه انتخابات آزاد و عادلانه استناد کرده و خاطر نشان می کند که در ایران انتخابات ریاست جمهوری با در نظر گرفتن استانداردهای دموکراتیک و ارزش‌های اتحادیه اروپا برگزار نشده است. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض جدی و مکرر حقوق بشر در ایران شامل استفاده مداوم از شکنجه را نیز مورد استناد قرار داده و خاطر نشان کرده است. در ایران نقض سیستماتیک حقوق بنیادین و حقوق بشر کماکان ادامه دارد و رژیم ایران همچنان از همکاری با قسمت‌های مختلف سازمان ملل بر سر مقوله حقوق بشر سر باز می‌زند و با ندادن ویزای ورود به گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از انجام وظایف وی جلوگیری کرده است. در این قطعنامه پارلمان اروپا نگرانی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به خصوص در رابطه با شکنجه، محاکمه های غیر عادلانه و به ویژه از بالا بودن تعداد اعدام ها در ایران به خصوص اعدام افراد زیر سن قانونی ابراز می کند و مقامات رژیم ایران را فرا می خواند تا همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه های کارگری، فعالان کارگری و کسانی را که پس از انتخابات سال 2009 دستگیر شده اند، آزاد کنند. پارلمان اروپا همچنین محدودیت آزادی اطلاعات، انجمنها، آزادی بیان و تجمع، مذهب، آزادی علمی، آموزش و پرورش، تردد، سرکوب و تبعیض بر اساس مذهب و عقیده، قومیت، جنسیت، و خصومت علیه جامعه بهائیان، مسیحیان و لائیک‌ها و همچنین نقض حقوق و محاکمات غیرعادلانه علیه وکلا و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر و مسئولیت ناقضین حقوق بشر از مجازات را محکوم می‌کند. در قطعنامه مصوب پارلمان اروپا همچنین آمده است اتحادیه اروپا بر این باور است که منشور حقوق شهروندان باید به طور کامل با تعهدات بین المللی رژیم ایران مطابقت داشته باشد، به خصوص در رابطه با عدم تبعیض و حق زندگی، تقویت منع شکنجه و تضمین آزادی های کامل مذهب و عقیده که همکنون با ارائه مبهم جرم های مربوط به امنیت ملی محدود شده است. بنابراین موضوع حقوق بشر در ایران بخشی از چارچوب سیاست آینده و روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و رژیم ایران است و هر هیئت پارلمان اروپا که به ایران سفر می کند باید به مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد. پارلمان اروپا در این قطعنامه نگرانی خود را از عدم حضور وکیل هنگام بازجویی، سوء استفاده در پروسه پیش از اتهام، بازداشت پیش از محاکمه ابراز می‌دارد و بر ضرورت استقلال دستگاه قضایی از سیاسی تاکید دارد و خاطر نشان می‌کند که وضعیت زنان به طور خاص در موارد حقوقی، قوانین خانواده
و مشارکت سیاسی و اقتصادی همچنان با تبعیض غیر قابل قبول مواجه است. در قطعنامه مسبب پارلمان اروپا تصریح شده است که اتحادیه اروپا از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران کاملا حمایت می کند و از رژیم ایران می خواهد تا فوراً به او ویزای ورود به قید و شرط بدهد. پارلمان اروپا همچنین از رژیم ایران می خواهد که حکم اعدام را متوقف کند.